درود به شما شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد خوشحال میشویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید در این سری از برنامه ها با هم بخش از کتاب مقدس را مطالعه کرده و میهمان برنامه نیز سوالات خود را که شاید سوالات شما عزیزان نیز باشد مطرح می کند. در این برنامه ها کشیش سیامک امین منصور ضمن این که به سوالات پاسخ می دهد ما را در درک بهتر کلام خداوند که در کتاب مقدس برشته تحریر در آمده است یاری می کند. همراه با شما عزیزان کتاب مقدس را ورق می زنیم و امید که خداوند ما و شما عزیزان را دانش و برکت عطا کند. شنوندگان عزیز در برنامه های گذشته با هم به مطالعه کتاب های پیدایش و خروج از جمله کتاب های موجود در عهد عتیق پرداختیم در برنامه امروز مطالعه کتاب لاویان سومین کتاب از کتاب های عهد عتیق را با هم آغاز میکنیم. این کتاب به لاویان موسوم است زیرا در این کتاب میخوانیم که خداوند از قبیله لاوی که قبیله از قبایل اسرائیل بود افرادی را به عنوان کاهن برگزید. لاویان موظف بودند تا مردم را برای عبادت خداوند قدوس آماده کنند. موضوع اصلی این کتاب عبارت است از قدوسیت خداوند و اینکه چگونه انسان خداوند قدوس را می بایست عبادت کند. کتاب لاویان در مورد وقایع و رخدادهایی است که بعد از خروج اسرائیلیان و استقرار آنها در کنار کوه سینا اتفاق میافتند خیمه اجتماع ساخته شده بود و خداوند به موسا در مورد نحوه عبادت دستوراتی را داده بود. عبادت خداوند می بایست همانطور که خداوند از موسا و قوم اسرائیل خواسته بود صورت می گرفت. در کتاب لاویان خواهیم خواند که چگونه یک فرد گناهکار می بایست خداوند را مورد خطاب قرار میداد. بعد از آنکه فرد به رفع خطای خود می پرداخت و آنچنان که خداوند از او خواسته بود برای دریافت بخشش از طرف خداوند عمل می کرد می توانست در جشن شرکت کرده و در شادی غرق شود. بیاد داشته باشید که در عهد عتیق در زمانی که شخص حیوانی را برای قربانی می آورد تا از این طریق از خداوند طلب بخشش کند، قربانی کردن این حیوان باعث آزادی او از قید گناه می شود. از آنجایی که خون این قربانی به جای خون انسان ریخته میشد، اسرائیلیان اجازه نداشتند تا خون را بنوشند و یا گوشت حیوانی را بخورند که هنوز خون در بدن او وجود داشت. قوم اسرائیل نیز میدانستند که در هنگام قربانی کردن آن حیوان در حقیقت خود را به یهوه خدای زنده تقدیم می کردند. هفت فصل اول این کتاب مربوط به نحوه تقدیم قربانی سوختنی می باشد. این قربانی سوختنی برای قوم اسرائیل بخشش از طرف خداوند را به ارمغان می آورد و قوم بعد از آن وارد رابطه جدیدی با خدا می شدند. اما این اعمال قربانی می بایست به طور مرتب تکرار می شدند. آیا هنوز هم قربانی کردن حیوانات لازم است؟ نه زیرا بر اساس آن چه که در کتاب مقدس آمده این اعمال قربانی موقتی بوده است. زمانی که مسیح آمد دیگر نیازی به قربانی کردن نیست زیرا عیسی مسیح به عنوان قربانی کامل و بیعیب بر روی صلیب جان باخت تا هر کس به او ایمان آورد گناهانش بخشیده شود از آنجایی که در فصلهای یک تا هفت در مورد نحوه قربانی کردن به طور کامل صحبت می شود از این بخشها گذر کرده و با هم به مطالعه فصل هشتم می پردازیم. در این فصل می‌خوانیم که هارون و پسران او به عنوان کاهنان برگزیده می‌شوند. خداوند به موسی فرمود هارون و پسرانش را با لباس مخصوص کهانت، روغن تطهین، گوساله قربانی گنا، دو قوچ و یک سبد نان بدون خمیرمایه جلوی در خیمه مقدس بیاور و تمام قوم اسرائیل را هم در آنجا جمع کن. موسا طبق دستور خداوند رفتار نمود و وقتی که همه قوم اسرائیل جمع شدند موسا به آنها گفت کاری را که الان می خواهم بکنم مطابق فرمان خداوند است. پس موسا هارون و پسرانش را آورد و آنها را با آب خوست داد و پیراهن و ردا را به تن هارون کرد و کمربند را به کمرش بست. بعد جامعه مخصوص کاهنان را به وی داد که روی لباس خود بپوشد و کمربندی را که با مهارت خاصی بافته شده بود به دور کمرش ببندد بعد سینه پوش را بر او بست و اوریم و تومیم را در آن گذاشت سپس طبق فرمان خداوند دستار را بر سر هارون بست و در جلوی دستار نیم تاجی از طلا قرار داد. آنگاه موسا روغن مصر را بر خیمه مقدس و همه چیزهایی که در آن بود پاشید و تقدیس کرد. بعد قدری از آن روغن را هفت مرتبه به قربانگاه و تمام ظروف آن حوزچه و پایههایش پاشید و آنها را هم وقف نمود. قدری از روغن تطهین را بر سر هارون ریخت و او را برای وظیفه کهانت مص و تقدیس کرد. بعد موسا طبق امر خداوند پسران هارون را آورد و پیراهن را به آنها پوشاند. کمربند را به کمر ایشان بست و کلاه را بر سر آنها گذاشت. آنگاه موسا گاو قربانی گناه را آورد، هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر آن گذاشتند، بعد موسا سر گاو را برید و کمی از خون آن را با انگشت خود بر چهار شاخ قربانگاه مالید و باقی مانده خون را در پای قربانگاه ریخت و آن را وقت نمود و برایش کفاره کرد سپس موسا تمام چربی داخل شکم بهترین قسمت جگر و قلوه ها را با چربی روی آن بر روی قربانگاه سوزاند اما بقیه گاو را با پوست گوشت و روده های آن به بیرون اردوگاه برد و بر طبق دستور خداوند همه را سوزاند. بعد موسا قوچ قربانی سوختنی را آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر آن گذاشتند و موسا آن را زب کرد و خون آن را به دور تا دور قربانگاه پاشید. وقتی قوچ را قطع قطع کرد آنها را با کله و چربی قوچ سوزاند. سپس اجزای داخل حیوان را و پاچه های آن را با آب شست، همه را با قربانگاه سوزاند و همان طوری که خداوند فرموده بود، آن را به عنوان قربانی سوختنی بر آتش تقدیم کرد و بوی این قربانی مورد پسند خداوند بود. آنگاه یک خوچ دیگر را به منظور تقدیس گناهان آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر آن گذاشتند. موسا آن را زیب کرد و قدری از خون آن را بر نرمه گوش راست و شست دست راست و شست پای راست هارون مالید. بعد پسران هارون را آورد کمی از خون قوچ را بر نرمه گوش راست، شست دست راست و شست پای راست پسران هارون مالید و بقیه خون را به چهار طرف قربانگاه ریخت. آنگاه چربی، دنبه، تمام چربی اجزای داخلی، بهترین قسمت جگر، قلوه ها با چربی روی آنها و ران آن را گرفت. آنگاه از سبد نانهای بدون خمیر مایه که به خداوند تقدیم شده بود یک قرص نان روغنی و یک نان نازک برداشت و آنها را بر ران راست گذاشت سپس همه آنها را بر دستهای هارون و پسرانش گذاشت تا به عنوان هدیه مخصوص تکاندهند دهند و برای خداوند تقدیم کنند آنگاه موسا همه را از دست آنها گرفت و بر قربانگاه سوزاند و به عنوان قربانی انتصاب روحانی بر قربانگاه سوزاند که بوی آن برای خداوند خوشایند بود. بعد موسا سینه قوچ را گرفت و به عنوان هدیه مخصوص به حضور خداوند تکان داد. مطابق فرمان خدا این قسمت قربانی سهم موسا بود. آنگاه موسا مقداری از روغن مس با کمی از خونی را که بر قربانگاه بود به هارون و لباس او و لباس پسرانش پاشید. به این ترتیب موسا هارون و پسرانش و لباسهایشان را تقدیس کرد. در آیه هشت از اوریم و تومیم نام برده می شود. این دو سنگ در سینه بند کاهنان قرار داده می شدند و چیز زیادی امروزه در مورد آنها نمیدانیم. اما چیزی در آن سینه بند بود که کاهنان را یاری می کرد تا پاسخ مثبت یا منفی خداوند را درک کنند. بله بهرام عزیز این کاملا صحیح است. تصور می شود که آنها سنگهای تخت یا اینکه از جنس جواهرات بودند. ممکن است که اوریم به عنوان پاسخ مثبت و تومیم به عنوان پاسخ منفی بودند. کاهن می بایست وقتی را در دعا می گذراند و امیدوار می بود که خداوند پاسخ او را بدهد. سپس او به سینه بند ضربه می زد و هر کدام از آن دو یعنی اوریم و تومیم که بیرون می آمدند به عنوان پاسخ خداوند فهمیده می شد. اما این هنوز دقیق نیست و این تنها یک نظریه از طرف بعضی محققان بوده است. سوال دیگر من این است که چرا در طی مراسم موسی قدری از خون قربانی را گرفته و بر نرمه گوش راست کاهن و بر شست دست راست او و بر روی شست پای راست او مالید؟ مجگان عزیز این تنها یک عمل سمبولیک بود تا نشان بدهد که خون قربانی آزاد کننده است و این کاهن قادر خواهد بود تا به کلام خداوند گوش فراداده و به دستورات خداوند عمل کند. خونی که بر روی شست دست راست او ریخته میشد نشان از آن داشت که او اعمالی را که خداوند میپسندد انجام خواهد داد خونی که بر روی شست پای راست او ریخته میشد نشان از آن داشت که او در راه خداوند قدم برخواهد داشت در فصل هشت از کتاب لاویان میخوانیم که مراسم مسح هارون و پسرانش هشت روز به طول انجامید در فصل نو داستان روز هشتم را با هم میخوانیم در این روز موسی هارون و پسرانش و بزرگان قوم را فراخواند او به هارون گفت تا گوساله ای را برای قربانی گناه و قوچی را به جهت قربانی سوختنی گرفته و در حضور خداوند قربانی کنند هارون و پسرانش نیز چنین کردند معمولا کاهنان میبایست که آتش را آماده کرده و بعد قربانی سوختنی را بر آن میگذاشتند ولی در این مورد نیازی نبود تا کاهنان آتش فراهم کنند زیرا که این بار خداوند آتشی را فرستاد تا شعله های آن قربانی سوختنی را ببلند. این یک معجزه بود. هر بار که آتش قربانی سوختنی را میبلید، به معنای قبول قربانی سوختنی بود و خداوند این گونه مهر تعییدی بر آن مراسم قربانی میزد. اما آتش برای انجام مراسم کاهنان میبایست به شکلی که خداوند امر کرده بود آماده میشد. در فصل ده از کتاب لاویان می که ناداب و ابیهو از امر خداوند اطاعت نکرده و آتشی را برای مراسم قربانی می که مورد قبول یهوه واقع نمی شود. ناداب و ابیهو با آتشی که خداوند می فرستد، کشته می شود. و این داستان خود نشان از آن دارد که نافرمانی از امر خداوند مرگ را به همراه می آورد و اطاعت از امر او باعث برکت قوم می شود. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپه 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرسه wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.